در ادامه جلسات ماهانه شرح مجالس سبعه حضرت مولانا جلال الدین رسیدیم به قسمت دیگر. رحیم است. چون دوستان عزیز همه اهل فن و همه استاد ادب و ادبیات و استاد در مسائل عرفانی هستند، من علاوه بر آن توضیحاتی که قبلا خدمت دوستانم عرض کردم و مقدماتی که قبلا سریع‌تر بخوانیم این مطالب را و شاید روخانی کنیم، از آن جهت که خود مسئله زیباست و زیبایی کلام مولانا و موزونیت کلام و زیبایی های خاصی که کلام مولانا در اینجا دارد این رو از دست ندهیم. خب فرمود بسم الله آن نامی است که موسی بن عمران علیه صلوات الرحمن 100,000 شمشیر و شمشیر زن و نیزه و نیزه باز لشکر آهن خای آتش پای فرعون را به عصایی به قوت این نام زیر و زبر کرد. خب راجع بسم الله سخن میگوید و این رو تطبیق میکند با تاریخ انبیای عظام و مسائل خیلی زیبایی رو اونجا مطرح می فرماید. اولین مسئله این است که حضرت ابراهیم با بسم الله الرحمن الرحیم گفتن و با یک عصا که عصای چوبین که در برابر آن گرزها و در برابر آن شمشیرها و نیزه ها کاری از او بر نمی آید، فرمود که با بسم الله گفتن به واسطه عصایی که در دست او بود توانست که صدها هزار لشکر عظیم فرعون رو منکوب کند و سرکوب کند و از بین ببرد. یعنی به واسطه یک اسم مقدس توانست که آن لشکر بسیار پیروز و بسیار عظیم فرعونیان که در طول تاریخ هم این معلوم است و گفته شده است که یکی از بزرگترین قوای نظامی که در جهان وجود داشته است زمان فرعون ها بوده است، با استفاده از برده های فراوان سپاه بسیار عظیمی داشتند که هیچ دشمنی خواست حمله به آنها را نداشته است و جرأت و توان مقابله و رویارویی با آنها را نداشتند. از این جهت بسیار لشکر قوی بوده است. اما مولانا می فرماید که وقتی که او بسم الله گفت، خداوند با یک عصای چوبین، با یک عصای عادی و معمولی تمامی آن لشکر فرعون رو از بین برد. بسم الله آن نامی است که موسی بن عمران 12 شاهراه خشک از بحر گذشتن بنی اسرائیل پیدا کرد در دریا و گرد از دریا برآورد. خب روشن است که اشاره به آن قصه مشهور است که وقتی می‌خواستند از راه‌ها از رود نیل یا دریای نیل عبور کنند، وقتی که فرعونیان در پی موسویان بودند و یاران حضرت موسی در جلو بودند و یاران فرعون در عقب او می آمدند، سبتیان جلو بودند و قبطیان در پی آنان بودند، در آنجا رسیدند به دریا و دیدند که راهی نیست. گفتند اکنون آن لشکر آهنخا و آهنپای فرعون می رسد و همه ما رو از دم تیغ می گذراند. تا اینکه فقل نظر به عصاک البحر، قرآن می فرماید که به موسی گفتیم که این عصایی که در دست تو هست
این رو به دریا بزن. در قرآن راجع به این اساس زیاد سخن گفته شده است. در اول بار که خداوند به او توجه داد، حضرت موسی علیه السلام یک عصا داشته است، گویا این عصا در حد قد یک انسان بوده و دو شاخه بوده است. و در قرآن می‌فرماید که و قال ما هذا بیمینک، ما بیمینک یا موسی. در قرآن هست که فرمود که خداوند گفت ای موسی این چیه در دستت؟ گفت قال هذا عصای، این عصای من، قال هذا عصای، این عصای من است. احش بها علی غنمی، من این رو گوسفندانم رو با این میرانم و ولی فیه معارب و اخرى و برای من این فواید فراوانی دارد. یک عصای خیلی عادی که در حقیقت کار چوپانی انجام میداده است و با آن برگهای درخت ها رو میتکنده تا اینکه این گوسفندان بتوانند اون رو بخورن. بعد قرآن میفرماید که به خدا به موسی گفت که این رو بنداز زمین، او هم انداخت و فاذاهیه حیتون تسعا فاذاهیه ثعبان مبین. قرآن یه جا میگوید که یک اژدهای ثعبان مبین آشکار بود، یک اژدهای آشکار شد. و یا یکی یه جایی میفرماید که حیتن تسعا، یک ماری که با سرعت فراوان حرکت کرد و موسی انقدر خود ترسید از این کار که عقب رفت و گفت خدایا من خود رو به تو می سپارم. و خدا فرمود که او را بگیر، از گردنش بگیر. و وقتی که موسی دست برد و گردن آن مار یا اژدها را گرفت، دوباره تبدیل به عصای عادی شد. و از همین جا قرآن به ما میگوید که روش آشناسازی و طرز آشناسازی خود موسی با این عصا توسط خداوند رو بیان می کند. و در جاهای فراوانی از این عصا استفاده شده است، از جمله یکی از جاها همین قصه فرار قوم حضرت موسی از قوم فرعون بوده است. قصه طولانی دارد که اینجا دیگر به خاطر اینکه وقت شما رو نگیریم به آن نمی پردازیم. بسم الله آن نامی است که موسی بن عمران 12 شاهراه خشک. چرا 12؟ فن فجرت من حسنتا عشر عینن. در جای دیگر هم که اینها آمدند در تیه بودند، وقتی از دست فرعونیان رها شدند در آن بیابان بودند، آنها آمدند که برای ما یک مشربی در نظر بگیر. یعنی این 12 سبتی که بودند، 12 سبت همان فرزندان 10 برادر حضرت یوسف و 11 خود حضرت یوسف و 12 هم بنیامین بوده است، که اینها 12 قوم شده بودند از زمان حضرت یعقوب و اینها هر کدام عصبه‌ای شده بودند و آدم‌های هر کدام یک قومی شده بودند. این 12 قوم با همدیگر خیلی سازش نداشتند، حتی در راه عبور از نیل هم 12 راه رو برای آنها مشخص کرد که هر کدام از آنها از آنجا عبور کنند. بعد فرمود گرد از دریا برآوردن. این اصطلاح گرد از دریا برآوردن رو شما در صدها جای دیوان شمس می‌بینید، یا در بسیاری از جاهایی که در مثنوی وجود دارد گرد از دریا برآوردن را بیان می کند. ما می توانیم با توجه به مجالس سبعه مولانا با آن روشمندی خاصی که مثنوی دارد به راحتی آشنا شویم. یعنی هیچ چیزی به نظر بنده، هیچ چیزی به اندازه مجالس سبعه و پس از آن فیه ما فیه نمیتواند ما را در شناخت مقاصد اصلیه مثنوی معنوی و دیوان کبیر راهنمایی کند. در اینجا آن نکاتی که در آنجا به شکل مختصر بیان شده است و به شکل نمادین بیان شده است، اینجا کاملا توضیح داده شده است. همین که گرد از دریا برآوردن، که خب ما همه میدانیم که هرگز نمی شود که گرد از دریا برآید، چون که آب که گرد ندارد.
اینجا معلوم می شود که منظور مولانا از گرد از دریا برآوردن چیست، یعنی اینکه آن دریای عظیم خشک شود و وقتی که زیر دریاها همه خاک است، این خاک ها و سنگ ها مانند گرد باشند و بالا بیایند. این مفهوم گرد از دریا برآوردن است که اینجا به آن توجه می کنیم. بسم الله آن نامی است که موسی بن عمران 12 شاه راه خشک از بحر گذشتن بنی اسرائیل پیدا کرد. بنی اسرائیل همان اسرائیل لقب حضرت یعقوب است، اشرا یعنی شیر، ایل یعنی خدا در زبان عبری، اسرائیل که در عربی شینها تبدیل به سین می شود، اسرائیل یعنی شیر خدا یا همان اسداللهی که ما داریم، یعنی اسدالله در فرهنگ یهودی حضرت یعقوب است و در فرهنگ اسلامی و فرهنگ دینی ما اسدالله حضرت علی علیه السلام هست. بعد می فرماید که گرد از دریا برآورد. بسم الله آن نامی است که عیسی ابن مریم بر مرده خوان زنده شد. حضرت عیسی چگونه مردگان را زنده می کرد؟ با بسم الله، با نام الله بود که چنین می کرد. سر از گور برآورد، موی سپید گشته از هیبت این نام. ای منکر سؤال گور از منکر و نکیر، مگر قصه عیسی را منکری که به آواز عیسی مرده سر از گور برکرد، چرا به آواز منکر و نکیر سر از کفن بیرون نکند و جواب نگوید؟ خب ببینید این نظام تعاطی افکار مولاناست و نظام خاصی است که مولانا از آن برخوردار است. سخن از یک جایی شروع می شود اما آنقدر در گرد آن حقایق خاصی بیان می شود که اصل آن سخن فراموش می شود. در مثنوی همچنین است. می بینید که یک قصه ای را بیان می کند، بعد از مدتی یکی از این مواردی که پیش می آید تداعی معانی خاصی در او پدید می آید و مولانا آن قصه را رها می کند، در درون آن یک قصه ده ها قصه دیگر مطرح می کند و ده ها حقیقت دیگر رو اونجا آشکار می کند. گاه به قصه بر می گردد و گاه بر نمی گردد، دیگر از آن می گذرد. هر لحظه شما عنایت می فرمایید که اینجا اینها معانی به همدیگر ارتباط پیدا می کند و معانی با همدیگر قفل و بست می شوند و از هر دریای سخن او ده ها دریای دیگر و صد ها دریای دیگر پدید می آید. و آشنایی با این طرز سخن که مختص مولاناست بسیار مغتنم است و بسیار عظیم و جالب است. خب از آنجا که می گوید خب شما ای منکر، کسی که منکر هستی، از منکر کلمه نکیر و منکر یا منکر به ذهن انسان، نکیر و منکر دو فرشته هستند، دو ملک هستند که معتقدند مسلمانان که وقتی که کسی مرد آنها آن دو میروند و نزد آن مرده قرار میگیرند، با او سخن میگویند. مثلا میگویند من ربک، رب تو کیست؟ میگوید مثلا ربی الله، من نبیک، نبی تو کیست؟ من امامک، امام تو کیست؟ و همه آنها جوابی در خور میابند. این مورد اتفاق شیعه و سنیست و معتقدند این دو ملک خواهند آمد. اما مولانا میگوید کسانی که منکر اینن و میگوین اینها خرافات است و چنین چیزی نمیشود، کسی که مرده است چگونه به ندای نکیر و منکر جواب دهد و اساسا چنین چیزی ممکن نیست، در اینجا میگوید چگونه هست که یک مرده‌ای با سخن بسم اللهی که میگوید به سخن حضرت عیسی زنده میشود و آیا به سخن دو فرشته مقرب خدا این اتفاق نیفتاد؟ این البته اتفاق خواهد افتاد و هیچ مورد و مشکلی هم وجود نخواهد داشت. از این جهت این رو به عنوان یک استدلال بیان می کند که آن قصه نکیر و منکر رو برای ما بیان دارد. بسم الله آن نامی است که هر روز چندین لنگ و مبتلا و رنجور و نابینا بر در صومعه عیسی علیه السلام جمع شدندی. خب
هر روز می آمدن، صومعه‌ای داشته حضرت، صومعه محقری بوده و افرادی که لنگ و کور و کر و تمامی اون علت ها و مریضی های خاص رو داشتند می آمدند در آنجا می ماندند. بر در صومعه عیسی علیه السلام جمع شدندی هر بامدادی، چون او از اوراد فارغ شده، او که شب تا صبح مشغول ورد بود، از اوراد که فارغ می شد صبح زود از یک بار از صومعه بیرون می آمد. بیرون آمدی این نام مبارک بر ایشان خواندی، به هر کدام یک بسم الله می گفت و همه بی علت، علت یعنی مریضی بیماری، همه بی علت می شدند، با تمام صحت و قوت به منزلهای خود روان شدندی. بسم الله آن نامی است که مصطفی صلوات الله علیه شب مهتاب مه 14 گرد کعبه طواف می کرد. خب یک قصه دیگری رو اینجا مولانا آغاز می کند، قصه شق القمر. این رو در یاد داشته باشیم که مولانا اینها رو بر منبر می گفته است، این این سخنان رو بر منبر می گفته و کاتبانی که بودن این کاتبان اینها رو می نوشتن. اگر سخن حواری هست و محاوره‌ای هست و نوشتاری نیست از آن جهت است، اما می‌بینید که با اینکه بدون اینکه مرجعی در دست او باشد همچنین از حفظ اینها رو بر سر منبر در یک مجلس بیان کرده است که ما هنوز چند جلسه مجلس اول رو به نیمه هم نرسانده ایم، نشان می‌دهد از قدرت عظیم فکری و بلوغ عظیم عقلی مولانا که یک نفر بیاید و این سخنان رو در یک منبر، مجلس اول رو در یک منبر از اول تا آخر بدون هیچ گونه مکسی بگوید، سخن بگوید و این همه با فصاحت، با بلاغت، این همه از لحاظ شرایط خاصی که وجود دارد، کاملا از لحاظ نوشتاری یک امر خاصی است. کسی میخواهد داستانی بنویسد، در ذهنش یک طرحی رو ایجاد میکند، بر اساس آن طرح روزها و روزها مینشیند تا مثلا 20 صفحه 30 صفحه مطلبی رو بر کاغذ بیاورد. ایشان بالبداهه همانجا آمده و اینها رو گفته است و توان و قدرت خاص کلامی ایشان و قدرت معنوی و قدرت ذهنی ایشان اینجا قابل توجه است. از اینجا قصه شق القمر رو بیان می کند. شق القمر همان معجزه‌ای بود که پیامبر اسلام در مکه انجام داد. خیلی زیبا بیان می کند. بسم الله آن نامی است که مصطفی صلوات الله علیه شب مهتاب مه 14 گرد کعبه طواف میکرد. خب آن زمان هنوز کعبه از بت‌ها پاک نشده بود، همه طواف میکرد، هم مسلمانان طواف میکردن و هم کافران. کافران به واسطه اینکه داخلش بت بود طواف میکردن و کعبه رو مقدس میدانستن و مسلمانان هم چون دستور الهی بود طواف میکردن. در مکه از غایت گرما اغلب خلق به شب گردند. خب چون اونجا روزها خیلی گرمه، غالب مردم شبها به خصوص شب لیالی مقمره، شبهایی که مهتابی باشد، اونجا مردم تا صبح معمولا بیرونند و دیگر آن گرمای خاصی که باشد نیست و از آن بهره می جویند. ابو جهل او را دید، خشم کرد و حسدش بجوشید. روشن اینها از جوش کف کرد و گفت خدا داند که این ساحر باز در چه مکره است. گفت که این ساحر، این پیغمبر، این محمد باز هم میخواهد چه سحری سرپا کند و چه مکری بر ما بیاویزد. مصطفی صلوات الله علیه جوابش گفت از راه شفقت. پیامبر با هیچ کس بدی نکرده است و به سختی و خشونت سخن نگفته است و مولانا هم به این اشاره می کند. آنان که پیغمبر رو سخت سخن و خشمگین معرفی کردند غالبا از کسانی هستند، بخصوص از یهودیانی هستند که این تهمت ها رو بر رسول بستند، وگرنه رسول جزو مهربان ترین خلق بود. حتی با
کفار هم با نرمی و شفقت رفتار میکرده است. نه اینکه حالا بعضی ها این آیه رو اینجور میگوین که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی بین خودشان رحیمند، مهربانند، با کافران به شدت رفتار میکنند. نه، اتفاقا آن کافران که هستند کافران حربی هستند که با شدت مجبوریم با آنها برخورد کنیم. کافران حربی چه کسانی هستند؟ شاید یک صدم کافران باشند که آنها اعتقاد ندارند و اینها شمشیر به دست میگیرند و علیه مسلمانان اقدام میکنند، میخواهند که به آنها حمله کنند و جانشان را بگیرند. خب در اینجا عقل هم این حکم را می کند که هر کس به ما حمله کرد و خواست که ما را بکشد و کیان ما را، مال ما، جان ما و ناموس ما را در خطر بیندازد، ما به شکل معقول و منطقی از خود دفاع کنیم. این اصل دفاع است و همه عقلا در جهان این را می پذیرند و در جهان فعلی هم همه افرادی که پیشرفته هستند و به خوبی میاندیشن همه این رو میپذیرند. پیامبر با هیچ کس خصمی نکرد، دشمنی نکرد، دشمنی رو آغاز نکرد، با هیچ کس خشمگین نبود. لو کنت فزن قلیز القلب لنفز من حولک. خدا فرمود اگر فز بودی، قلیز القلب بودی، اگر رقت قلب نداشتی، اگر قلبت نازک نبود، قلبت مهربان نبود، این مردم از دور دو پراکنده می شدن. پیغمبر به مؤمنان چه می داد که این همه عاشق او بودند؟ و پیغمبر وقتی که می رفت و وضو می گرفت، صحابه چنان می آمدن، حتی مشهور است که اجازه نمی دادن یک قطره از آب وضوی پیغمبر به زمین بریزد. آنقدر دوست داشتن که یک قطره از آب وضوی پیغمبر رو غنیمت می دانستن. اینقدر به پیغمبر علاقه من بودن و اینقدر عاشق او بودن. چرا کسی که از وقتی آمده برای مسلمانان چه چیزی داشته است؟ جز رنج و جز محاصره اقتصادی و جز جنگ و اینها چیز دیگری پیامبر برای مؤمنان نیاورد. پس چرا این همین ها عاشق پیغمبر بودند؟ از این جهت بود که خلق او خلق رحمانی و اخلاق او اخلاق الهی بود. با همه به مدارا رفتار میکرد، حتی با دشمنان خود مدارا میکرد و بحث میکرد، مباحثه میکرد، دلیل میآورد. نه اینکه بگوییم که هر کسی که سخنی گفت ما او رو طرد کنیم. مذاکره میکرد. پیغمبر اهل مذاکره بود، با همه کس مذاکره میکرد. نه اینکه این آدم بدیست من با او مذاکره نمی کنم. این که ما مذاکره، یک کسی مذاکره نکند به خاطر اینکه این آدم بدیست، این آدم مثلا مناسبی نیست، این حماقت است. یعنی انسان مذاکره می کند با هر کسی که بود. پیغمبر با ابو سفیان مذاکره کرد، با صفان مذاکره کرد، با دیگران، با دیگران. تاریخ اسلام پر است از مذاکره هایی که پیغمبر با کفار حربی کرده است، با کفاری که شمشیر به دست گرفته بودند تا پیامبر رو از بین ببرند. حضرت علی با معاویه مذاکره کرد، نامه می نوشتن به هم دیگر، نامه هاش الان تو نهج البلاغه هست. بعضی ها چنان مثلا میگویند که حضرت علی رو به گونه معرفی میکنن که کسی است که اصلا ضد مذاکره، ضد صحبت کردن با دشمن. و نه، نامه هاش 4-5 تا نامه هستن نهج البلاغه که می توانید بروید بخوانید و ببینید که چگونه نامه نوشته به معاویه که بدترین خلق در آن زمان بوده است. ببینید چه سخنانی نوشته و چگونه با دشمن خود برخورد کرده است. هیچ توهینی، اهانتی، بدگویی و نمیدانم مثلا بگوید ای معاویه خدا تو را بکشد و مرگ بر معاویه و اینها وجود نداشته است. دلیلش این است که در حالی که شخص می آید مذاکره می کند، این مذاکره او بایستی در شرایط برابر باشد. جایی که مذاکره می کنند، صلح حدیبیه قرار است بسته شود، این صلح قرار است منعقد شود و می نویسند که بسم الله الرحمن الرحیم. آن شخصی که مقابل او بود می گوید نه، این رو ننویس، ما که قبول نداریم خدا رو، ما کافریم. گفتم پس چه بنویسیم؟ گفت بسمک اللهم بنویس، همان اللهی که عرب قبل از اسلام به آن معتقد بوده است. گفت بنویس بسمک اللهم،
اونها نامه هاشون رو عرب قبل از اسلام با این کلمه آغاز میکردن که بسمک اللهم، به نام تو ای خدا. یعنی عرب به الله معتقد بودند البته و این بت‌ها رو شفیعان خود میدانستند. یقولون هؤلاء شفعاء اونا عند الله، نه اینکه بت رو پرستش میکردن. اینقدر عقل داشتن که به دنبال بت نروند، این بت‌ها رو شفیعان و همراهان و جفت خدا قلمداد میکردن. میگفتن چون ما خدا را نمیبینیم و خدا را درک نمیکنیم، به اینها بسنده میکنیم و به اینها توسل میکنیم، خدا به واسطه اینها سخن ما را خواهد شنید. همان بحث شفاعت است. بسم الله آن نامی است که مصطفی صلوات الله علیه شب مهتاب مه 14 گرد کعبه طواف می کرد و در مکه از غایت گرما اغلب خلق به شب گردند. ابو جهل او را دید، خشم کرد و حسدش بجوشید، از جوش کف کرد و گفت خدا داند که این ساحر باز در چه مکر است. مصطفی صلوات الله علیه جوابش گفت از راه شفقت که مکر از کجا و من از کجا؟ من که هرگز مکر نمی کنم. من آمدم که خلق را از مکر و دام همچون تو گمراهان برهانم. من آمدم که مکر شما را برگردانم، نگذارم که شما مردم را فریب دهید. گفت اگر ساحر نیستی بگو که در مشت من چیست؟ گفت اگر تو ساحر نیستی خب حالا بگو که در مشت من چیست. و او در مشت قاصد سنگریزه ها برگرفته بود، چند تا سنگریزه رو قبلا تو دستش گرفته بود. آمد گفت تو اگر ساحر نیستی بگو که، چون معمولا ساحران نمیتوانستن او رو حدس بزنند، اگر ساحر نیستی بگو که آنچه که در دست من هست چیست. جبرئیل امین در رسید و گفت یا محمد، حق تو را سلام می رساند که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. حق به تو، خداوند به تو سلام می رساند که سلام بر تو ای نبی و رحمت خدا و برکات خداوند بر تو باد. این که ما در تشهدها و در سلامها می گوییم این کلام خداست که ما می گوییم. درست است که در قرآن نیامده است ولی کلام الهیست. و میگوید که هیچ میندیش اگر تو را نام ساحر کنند، بگذار هرچه به تو میگویند بگویند، ما تو را نامهای نیکو نهاده ای، محمد و مصطفی و این همه احمد و این همه اسامی زیبا. بعضی به خلقان گفته ایم و بعضی را که خلقان طاقت فهم آن ندارند با ایشان نگفته ایم. سخن عجیبی است. می فرماید که ما بعضی از اسامی رسول را گفته ایم به مردم، در قرآن، در روایات، در جاهای دیگر گفته ایم، اما برخی را نگفته ایم. چرا؟ اگر بگوییم مردم تحمل و طاقت آن را ندارند و ممکن است که محمد را به خدایی برگیرند، همچنان که در مورد حضرت علی چون این اتفاقی افتاده است و در مورد او خداوند همه اسماء او را بیان نکرده است. اگر بیان میکرد مردم در شبهه خدایی و خداییت میافتادند. که کلم الناس علی قدر عقولهم، کلم الناس، این که مشهور است، کلم الناس، سخن بگو با مردم، علی قدر عقولهم، به اندازه، به قدر عقلهایشان. یعنی ما با انسانها باید به اندازه عقلشان سخن بگوییم. هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد. انسان نباید هر سخن حق رو هم حتی به همه بگوید و میبایست که توجه داشته باشد که هر سخن رو باید به اهلش گفت. حتی عرفا گفتن اگر سخن عشق رو و سخن حضرت معشوق رو به غیر بگویی آن گناه بزرگ و نابخشودن نیست. حتی فیلسوفان ما گفتن که فلسفه و حکمت رو در اختیار عوام مردم و در اختیار عموم مردم قرار ندهید، چرا که فلسفه و حکمت برای خواص است و عوام ممکن است آن را درک نکنند. چرا گفتند بعضی سخنان را به عوام نگویید؟ چون عوام درک و فهم کامل را ندارد، ممکن است از آن سوء استفاده بکند و بدفهمی داشته باشد، مسئله ای را بد بفهمد. و چیزی را نفهمیدن بسیار بهتر است از بدفهمیدن. انسان اگر مسئله علمی را نداند خیلی بهتر است از آن که
آن مسئله علمی را بد بداند. برخی از مسائل علمی ذاتاً یا فهم نمی شوند یا اگر کسی فهمید آن را خوب خواهد فهمید. مثلا مسئله نسبیت مثلا اینشتین رو هر کسی نمی فهمد. به عوام هزار بار هم بگویی و توضیح دهی، فرمولهاش رو بنویسی، عوام این رو درک نخواهد کرد و این موجب خوشبختی این عقیده هست که عوام نه درک می کند و نه توهم می کند که من نسبیت را می دانم. اما در مورد مسائل دیگر مشکل اینجاست که عوام گمان میبرد که همه چیز را میفهمد و اتفاقا کسی که علمش از همه بیشتر است، از همه بیشتر ادعای از علمش از همه کمتر است، از همه بیشتر ادعای علم میکند و کسی که علمش از همه بیشتر است از همه کمتر ادعای علم میکند. شما میبینید آدم هایی که از هیچ خبر ندارند، حتی در یک رشته هم علم و تخصص ندارن، راجع به همه چیز سخن میگویند، راجع به همه چیز نظر میدهند. شما وقتی راجع به دارو باشین صحبت کنید، راجع به دارو نظریات بسیار متفاوت در علم پزشکی ایشان متخصص است. وقتی راجع به ساختمان داری صحبت میکنی، ایشان مهندس کامل است. وقتی در مورد قرآن صحبت میکنی، میگوید من مفسرم و دیگران نمیدانند و من میدانم. در مورد هر چیزی که شما سخن بگویی، در مورد ادب و ادبیات سخن بگویی، میگوید که من از همه بهتر میدانم. و این نشانه جهل مرکب است. جهل مرکبی که فرد در این حال که نمیداند تصور میکند که میداند. این خصلت عوام است و این خصلت بسیار بد است. باعث میشود که عوام چون فکر میکند که میداند، فکر میکند که میفهمد، فکر میکند که عقلش میرسد، از آن جهت احکامی رو صادر می کند که البته این احکام علمی و حقیقی نیستند. از این جهت گفتن کلم الناس علی قدر عقولهم، با هر کسی باید به اندازه فهمش سخن گفت. مولانا این فرماید چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. یک کسی مثلا می آید با بچه 3-4 ساله مثل فیلسوفان سخن می گوید، این البته آدمه ابلهیست، از آن جهت که نمیداند که چه سخن رو باید در کجا و چگونه بیان کند. در مورد افراد و عوام همچنین است. در مورد عوام نبایستی سخنی را گفت که آنها از آن تعبیر بد بکنند و سوء برداشت داشته باشند. او که باشد که تو را نام نهد؟ آن ابو جهل کیست که به تو نام ساحر دهد؟ خواجه را رسد که غلام را نام نهد. خواجه سرور به غلامش نام میگذارد، این اشکالی ندارد. غلام ادبار را که از در درآید، کی رسد که خواجه را و خواجه زاده را نام نهد. ادبار در برابر اقبال هست. قبل یعنی مقابل، دوبار یعنی پشت سر. اقبال یعنی خوشبختی، کسی که خوشبختی به او روی کرده است. اقبال یعنی رو در رو شدن. ادبار یعنی کسی پشتش رو بکند، یعنی از او روی برگرداند. می فرماید غلامی که مدبر است، مدبر است و از او روی گردانده است خواجه او، کی رسد که خواجه را و خواجه زاده را نام نهد. نامی که او نهد هم در گردن او آویزند و به دوزخ فرستند. اینها ترجمه آیات قرآنی است که گفته شده است آنهایی که نام بد می نهند به دیگران گفتن هرگز نام بد ندهید. اگر کسی نام بد به کسی بدهد، مثلا می گوید او خسیس است، او نادان است، او مثلا هر چیز دیگری رو به دیگران بگویند و آن صدق نداشته باشد، نهایتا این نام رو برگردن خود او می اندازند و در نزد محشریان همه می بینند که بله، اگر به کسی می گفته است مثلا او خسیس است، معلوم است این خسیس رو به گردن او می اندازند نامش را و او رو در جهنم بدرقه می کنند. چرا که تو چرا به آب روی بنده مؤمن ما تاختی؟ این خیلی مهمه. المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. حرمت مؤمن از خانه کعبه بالاتر است. خانه کعبه که عظیمترین حرمت را دارد، حرمت مؤمن از او بیشتر است. چگونه هست که شخصی بیاید و دیگران رو متهم کند به هر چیزی؟ خدای نکرده
ما میبایش که زبانمان را و حتی ذهنمان را، ممکن است به زبان نیاوریم ولی در ذهنمان بگذارد که این عجب آدم مثلا فلان جوریست. اینها گناه بسیار بزرگی است، گناهایی است که اینها حتی فکرش هم گناه است. بعضی از گناهان وقتی که ما از ذهنمان به بیرون نیامده است، تا زمانی که به بیرون نیامده است مشکلی نیست. کسی قصد دارد مثلا دیگر را بکشد، ولی تا زمانی که از ذهن او بر نیامده است و به عمل نرسیده است، او معاف است. اما برخی از افکار به خصوص در مورد مؤمنین چنین نیست. بسیار بسیار مراقب باشیم که در مورد دیگران چگونه سخن میگوییم و چه نسبتهایی به دیگران میدهیم. بسیار خطرناک است. هم در گردن او آویزند و به دوزخ فرستند. تو را امتحان میکند که بگو در مشت من چیست. گفت اشکال ندارد، بگذار تو را امتحان کند. جوابش بگو که کدام میخواهی. به ابو جهل که مشتی ریگ رو در دستش گرفته، خرده سنگ رو در دستش گرفته است، به او بگو که کدام میخواهی، آن که بگویم که در مشت تو چیست، یا آن که آنچه در مشت توست بگوید که من کیستم، یا من بگویم در دست تو سنگ ریزه هست، یا آن سنگ ریزه ها بگویند که من کیستم، من رسول خدایم. چون مصطفی علیه السلام این نام مبارک را بر زبان راند که بسم الله الرحمن الرحیم، جوابش بگفت. ابو جهل گفت نی، این قوی تر است که آنچه در مشت من است بگوید که تو کیستی. این بهتره تا اینکه تو بگی، دیگه مطمئن میشم که تو دیگر ساحر نیستی. چون ممکن است خیلی کسی ساحر باشد بداند که در مشت بسته چه چیزی هست، اما اینکه دیگر او بگوید، این دیگر کار ساحر نیست. به نام پاک خدا هر سنگ پاره‌ای به آواز آمد از میان دست ابو جهل. هر کدام از این سنگ پاره ها به صدا در آمد که لا اله الا الله محمد رسول الله، که اینها شهادتین رو بر لب جاری کردن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. طایفه ایمان آوردن، مردم که جمع شده بودن در مکه بالای مثلا نزدیک به هزار نفر بودن، هم یک عده‌ای با این سخن دیدن این قصه رو ایمان آوردن. ابو جهل از غایت خشم سنگریزه ها بر زمین زد و سخت پشیمان شد به گفتن. از گفته خودش پشیمان شد که چرا چنین کردم، این گواهی داد و این همه آدم ایمان آوردن، من میخواستم او را مفتضح کنم که خودم مفتضح شدم. و گفت دیدی که چه کردم من به دست خیش. باز خیشتن را بگرفت، باز هم خودش رو نباخت و دوباره برگشت و به ستیزه گفت که به لات و عزا، که این هم جادویی است. به لات و عزا قسم که این جادوست و جادو کردیم. بعضی از یاران ابو جهل گفتندش که جادوی در زمین رود و بر آسمان اثر نکند. یارانش آمدن گفتن بله، جادو در زمین کارگر است، در زمین اتفاق میفته از سحر و جادو، اما در آسمان که دیگر اثر نمی کند. بگذار یک چیز آسمانی بخواهیم، معلوم شود که این ساحر است، نتواند انجام دهد و باز ماند. معجزه هم میدانید که معنیش چیست دیگه. معجز یعنی به عجز درآورنده، معجزت یعنی یک به عجز درآورنده، یعنی آن نافیان حکم قضا و قدر و کسانی که قبول نمی کنند رسالت حضرت رسول رو، اینها به اعجاز دیگران رو به عجز در می آورند. کاری می کند که می گوید اگر من خدا هستم، من از طرف خدا هستم و از طرف خدا آمدم و رسول هستم، من این کار رو انجام می دهم، اگر می توانید شما هم چنین کاری رو انجام بدهید. وقتی که آنها عاجز شدند از آوردن چنین کاری، این البته ثابت خواهد شد. بیا تا او را بدین امتحان کنیم، بیا او را از آسمان امتحان کنیم. آمدند و گفتند که اگر این چه می کنی سحر نیست و حق است و از خداست، این ماه شب 14 را بشکاف که سحر در آسمان اثر نکند. نگاه کردن دیدن که ما هم به
مکه نزدیک بوده، در آن زمان در قسمتی بوده، همه جا روشن کرد و گفتن، نگاه کردند ماه رو دیدن، گفت خب اگر ساحر نیستی این رو بشکاف، این رو بدونیم کن این ماه رو که در بالاست. در حال جبرائیل امین در رسید و گفت میندیش و نام مبارک مطهر مقدس قدیم لم یزل ولا یزال ما را بخوان و بگو بسم الله الرحمن الرحیم، نترس، و نام مبارک پاک کننده و پاکیزه و مقدس و قدسی ما و قدیم لم یزل. قدیم در برابر حدیث است، قدیم آنچه قدم ذاتی دارد، قدیم به آن چیزی میگویند که ازلی بوده باشد و ابدی باشد. هیچ چیز در جهان ازلی و ابدی نیست. ازلی یعنی زمانی برای وجود آن نباشد، یعنی زمانی نبوده است که او نبوده است، و ابد یعنی زمانی نخواهد بود که او در آنجا نخواهد بود. ازل از اول بوده است و تا آخر خواهد بود. و آن دو انگشت مبارکت را از هم باز کن، نگاه بکن و دو انگشتی که بسته بود از هم باز کن تا قدرت ما را ببینند. چنان کرد، در حال مه دو پاره شد. بلا فاصله ماه به دو پاره شد. بعضی میگویم یکی به شرق رفت و یکی به غرب رفت. نیمی سوی انگشت راست پیامبر میرفت و نیمی سوی انگشت چپش میرفت که اقتربت ساعت و انشق القمر، که قرآن فرمود که اقتربت ساعت، قیامت نزدیک شد، و انشق القمر، و قمر از همدیگر منشق شد و دو پاره شد. حال ممکن است ادعی بگویند آیا از نظر علمی چون این چیزی ممکن است یا ممکن نیست؟ اینها رو میبایست که بررسی کنیم، چون ما سه گونه نظام علی و معلولی در جهان داریم. قبلا این رو توضیح دادم، یک بار دیگر خلاصه عرض میکنم. ما سه نوع نظام علی و معلولی در جهان داریم. یک نظام علی و معلولی عادی هست. این نظام علی و معلولی عادی همین است که ما میبینیم در علم فیزیک، علم شیمی، علم ریاضی یا فلسفه یا تمامی علومی که هستن بر مبنای درک و تشخیص این نظام علی و معلولی است. هر علتی معلولی دارد و هر معلولی علتی دارد، و این علت ممکن است تامه باشد، امکان دارد ناقص باشد. فلاسفه، حکما، متکلمان بسیار در این مورد سخن گفتند و ما جای آن نیست که اینجا به آن بپردازیم. ولی یک نظام علی و معلولی است. نظام علی و معلولی مثلا جاذبه، هر چیزی که از سطح زمین باشد جاذبه او را به سمت خود خواهد کشید. این یک نظام علی و معلولی. نظام علی و معلولی بیماری و صحت، هر کس چنین کند این دلیل بیماری است و اگر چنین کند او بهبود خواهد یافت. تمامی نظام های فعلی که ما در آن رو مشاهده می کنیم و تمامی علوم جدید، علوم ظاهری به آن میپردازند، نظام علی و معلولی عادی هست. دومین نظام علی و معلولی، نظام علی و معلولی سحر و جادو هست و طلسم و این مسائل هست. این یک نظام علی و معلولی خاص خودش رو دارد که برتر از ما بعد و طبیعه هست، ماوراء الطبیعه هست، متافیزیکال هست. او عالم در عالم فیزیک بود که نظام علی و معلولی عادی در عالم فیزیک است. این در عالم متافیزیک است، در عالم برتر از فیزیک است. کارهایی و مسائلی انجام می شود که در آن اثرات آن خاص است. مثلا شما می دانید که هیچ چیزی در جهان عبث و بیهوده نیست. اگر بر روی کاغذی شما 10 لام بنویسید، آیا فکر میکنید این در جهان بی تأثیر خواهد بود؟ اگر کسی بگوید که در جهان بی تأثیر است، البته به نظام علی و معلولی حتی عادی جهان هم بی خبر است، بی اطلاع است. وقتی یک نفر 10 لام رو، لام 10 تا میم رو در یک کاغذ بنویسد، یکی از شما چون این کاری رو بکند، آیا این 10 تا میم که در کنار هم هستند در جهان اثر میگذارد یا نمیگذارد؟ آن اصلی که هست و آن تجربه‌ای که هست و به نام اثر
پروانه ای مد نظر است و شما هم می دانید و فیزیکدانان جهان این رو پذیرفته اند، سخن این است که اگر مثلا در یک جایی در مثلا اقیانوس آرام یک در یک جزیره یک پروانه ای بال بزند، معتقدند که این بال زدن او در آنجا ممکن است در اقیانوس دیگر موجب طوفان شود، موجب ریزننس یا تشدید شود، ممکن است که در عالم فیزیک جدید میگویند آن ممکن است در این اثر بگذارد. استاد ما مرحوم علامه جعفری مثال خیلی زیبایی میزد، میفرمود که یک پیرزن نشسته است در کنار یک تشت بزرگ، قبلا لباس ها رو در تشت می شستن، یک تشت بزرگ گذاشته، لباس های خانواده رو ریخته و پودر رخشویی هم ریخته و می گفت که اینها رو که به هم می زند با هر کفی که می زند 100 تا حباب بیرون می آید. حال می گوید که اگر یکی از این 100 تا حبابی که در تشت پیرزنی در یک گوشه از این جهان، اگر یکی از این حباب ها بترکد، آیا این در اجرام و کیهان و کهکشان اثر ندارد؟ گفتند که اثر دارد. اگر کسی بگوید که ترکیدن یک حباب در آن تشت در کائنات اثر ندارد، او البته هم از فیزیک جدید و هم از مسائل عقلی دور است و کسی نمی‌پذیرد که بگوییم همه چیز در عالم تأثیر دارد، یک انگشت بالا کردن در جهان تأثیر دارد. به خاطر همین است که گفتند مراقب حرکات خودتان باشید. یک کلام، یک سخن بیجا در جهان اثر می‌گذارد. اینجا ما سخن از نیکی بگوییم اثر می‌گذارد، سخن از بدی بگوییم در همه ما اثر می‌گذارد، نه تنها در همه طبقاتی که اینجا هستن اثر خواهد گذاشت، منتها اثرش آنقدر کم است و آنقدر دور از ذهن است که معمولا ما اون رو در حساب نمی آوریم. از این جهت است گفتن که مراقب باش چه سخنی بر زبان می آوری، مراقب باش چه حرکتی می کنی، کوچکترین حرکت ما در جهان اثر می گذارد. و بعضا که می بینید ما غمگین هستیم بدون اینکه علتش را بدانیم، ناراحتیم، همین اثرهاست، همین اثرهای وضعی است که کارها و اعمال و رفتار ما در ما قرار داده است، در کالبد ما قرار داده است و ما یک دفعه غمگین میشیم، یک دفعه ناراحت میشیم بدون اینکه دلیلش را بدانیم، یک دفعه دل ما میگیرد بدون اینکه بدانیم. آن نتیجه آن گناهان و نتیجه آن کارهای اشتباهی است و حرکات و افعال و گفتار اشتباهی است که قبلا انجام داده ایم یا بر روی ما انجام یافته است. از این جهت بسیار مهم است چند تا کلمه رو یک نفر بنویسد، البته در کائنات اثر دارد، بداند که البته چه چیز است. اثر ذکر هم همین است. ذکرهایی که گفتن مثلا تسبیحات اربعه رو گفتن 33 تا 34 تا، اینها همه کد هستن، رمزی هست برای اینکه ما به بعضی از حقایق پی ببریم. در مورد انسان هم چنین است. انسان به برخی از این دانش ها دست یافته است و غالب این دانش ها هم از زمان بنی اسرائیل بوده است. این دانش ها رو یافته است و می تواند با ترسیم یک سری اشکال حتی مثلا یک کارهای انجام دهد، بعضی نوشته ها رو در کنار هم قرار دهد و اینها تولید یک حالت، تولید یک انرژی، تولید یک قدرت بکنن و همین در حقیقت خمیرمایه اصلی سحر و جادو و این هاست. پس نظام علی و معلولی بعدی که وجود دارد نظام سحر و جادو هست. این نظام سحر و جادو هم برای خود علتی دارد و معلولی دارد. اگر ما درک نمی کنیم به خاطر این است که علت و معلول های ساحرانه رو ما نمی شناسیم. اگر کسی این علت و معلول ها را بداند می داند که اگر 10 تا میم بنویسد با این که 33 تا لام بنویسد با این خیلی متفاوت است و هر کدام اثرات خاص دیگری خواهد داشت و همین موضوع سحر و جادو هست. یک نظام علی و معلولی برتر از اینها هست که آن نظام علی و معلولی اعجاز و معجزه هست. نظام علی و معلولی معجزه هم خود یک نظامی دارد. این چنین نیست که پیغمبر هر چه خواهد انجام داد، خود آن علت و معلول دارد. اینجا علت شکافته شدن، علت ظاهری شکافته شدن ماه چیست؟
این که پیغمبر دو انگشت مبارک را از هم جدا میکنه، این علت میشود برای آن. از لحاظ عادی، از لحاظ حتی نظام علی و معلولی عادی، از نظر نظام علی و معلولی سحر و جادو این ممکن نیست، ولی در دستگاه علیت و معلولیت معجزه این امکان پذیر است و امکان پذیر شده است. چگونه ممکن است یک عصای تبدیل به اژدها شود؟ این در نظام علی و معلولی عادی اصلا مفهومی ندارد. در نظام علی و معلولی مادی و عادی ممکن است که یک چوبی بعد از مدتها تجزیه شود و نهایتا یک مار مثلا بیاید قسمتی از آن را تبدیل به یک موجودی شود، به یک نباتی شود، یک حیوانی از او بخورد، ماری بیاید از او بخورد و کم کم مثلا بعد از هزاران سال مثلا ببینیم که نهایتا موادی که این عصا داشته است تبدیل به همان مواد دست دیگه، همان مواد عالی هست که وجود دارد، انظر شیمی همان مواد عالی هست و از این جهت می تواند که تبدیل به آن شود. منتها ممکن است مثلا علاوه فرض این که طبق نظام علی و معلولی عادی چنین اتفاق بیفته، هزاران هزار سال طول می کشد تا چنین شود، یا در آزمایشگاه هزاران سال یا شاید صدها سال وقت لازم است که ما چنین کاری رو، چنین فرایند رو انجام دهیم. اما نظام علی و معلولی معجزه این رو خیلی سریعتر انجام می‌دهد. دیگر نیازی نیست که ما در آزمایشگاه این مواد خاص او رو که هست او رو برداریم و مثلا فیبرهای او رو تبدیل کنیم، چون از همان مواد هستند، و دوباره از آن یک مار بسازیم. این از لحاظ علم امروز ممکن هست، اما در نظام علی و معلولی اعجاز این مسئله خیلی سریع اتفاق می افتد. یا همین که مثلا دریا را شکافتن، علم جدید می تواند چون این کار را انجام دهد، با وسایلی که وجود دارد می تواند که به قول معروف گرد از دریا برآورد. اکنون کارهای شگفت‌انگیزی بشر می تواند انجام دهد، ولی این که این خیلی سریع و نامعنوس است، این از جهت نظام علی و معلولی معجزه است. رابطه این سه نظام علی و معلولی چیست؟ نظام علی و معلولی معجزه حاکمیت دارد بر نظام علی و معلولی سحر و جادو، و نظام علی و معلولی سحر و جادو حاکمیت دارد بر نظام علی و معلولی عادی. بنابراین یک ساحر میتواند کاری کند که نظام علی و معلولی عادی رو به هم بزند با نظام علی و معلولی که خودش داشته است، و همچنین معجزه هم چنین کاری میکند. معجزه هم میتواند نظام علی و معلولی او برتر است از نظام علی و معلولی سحر و جادو و میتواند اون رو برهم بزند. خب اونجا که گفت که حافظان گفت سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد، همین است. سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار. سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟ سامری نماد سحر و جادو است، نماد کسی است که نظام علی و معلولی سحر و جادو رو به خوبی درک می کند و او می تواند که کارهای انجام دهد خلاف نظام سحر و خلاف نظام علی و معلولی عادی. اما در برابر نظام علی و معلولی اعجاز او هم ناکام است و مجبور به تسلیم است. و بانگ با هیبت می آمد که چندین هزار حیوان در شهر و صحرا بمردند. وقتی که ماه بدونیم شد، یکی در شرق رفت و دیگری در غرب، چندین هزار حیوان در شهر و صحرا بمردند. باقی حیوانات از علف باز ایستادند، بقیه در جاهای دیگر که هنوز شب نبود و میخواستن علف میخوردن، از علف خوردن باز ایستادند و میلرزیدند، و چندین خلق رنجور شدند و قومی را شکم خون شد. گفتند که عده‌ای در روده هایشان خون جمع شد. این اکنون دلایل قانع کننده میتواند داشته باشد، چون شما میدانید که ماه جاذبه دارد و جاذبه ماه بسیار عظیم است. چگونه هست که ماه وقتی که نزدیک دریاها می شود، نزدیک خشکی که می شود، چون خشکی سفت است نمی تواند او رو بکشد، اما وقتی کنار دریاها هست جاهای 11 متر 12 متر حتی میلیون ها متر مکعب آب رو بالا می کشد، و این قدرت
همان ماه رو نشان میدهد که قدرت جاذبه ماه که همان جزرومت اثر همان جاذبه هست. وقتی که میتواند ماه با نزدیک شدن به انسان این کار رو انجام بدهد، از این طرف این بحثی که کردن و بعضی این رو خرافه میپندارن که قمر در عقرب و اینهایی که هست اینها غلط هست و اینها خرافه هست و این موارد، اینها از نظر علمی قابل اثبات هست، خیلی آسان قابل اثبات هست. یعنی ماهی که میتواند میلیون ها و میلیارد ها متر مکعب آب رو یک دفعه 10-12 متر بالا بیاورد و بالا بکشد، انسان که غالب بدنش از آب است، آیا نمیتواند این انسان رو تحت تأثیر قرار دهد؟ خب این مسلم است که میتواند تأثیر خیلی جزئی داشته باشد در خیلی از مسائل. این که در روایت ها گفتن قمر در عقرب و به ادعی گفتن که این امامان شیعیان و پیامبر ایشان هم خرافاتی بودند، این چه سخنانی است که گفتن، اینها از محاق قضیه و از نظام علی و معلولی خاص جهانی حتی عادی است، اینها از اینها بی اطلاعند. خوشبختانه اخیراً با در این 50-100 سال اخیر آنقدر علم جدید، علم فیزیک، علم شیمی، علوم دیگر الحمدلله آنقدر پیشرفت کرده است که خیلی از چیزهایی رو که قبلا توسط مذهب بیان میشد و دیگران اون رو خرافه میدانستند و خرافه میپنداشتند، اکنون میتوانیم راجع به آن خیلی راحت و صریح با دلایل علمی خاص سخن بگیم و علمی بودن اون برای ما مطرح شود. فرمود که جمله تضرع کردند که بدان خدای که تو از وی میگویی که این که زود این ماه را فراهم آور و درست کن، تو را به خدایی که تو میگویی و ما به آن اعتقاد نداریم، به خدایت بگو که اینها رو بیاورد و کنار هم بگذارد و به هم متصل کند، چنان که بود و اگر نی همین ساعت همه جهان زیر و زبر شود. گویا حرکت هایی بوده از زلزله های اتفاق افتاده است در اثر آن جاذبه ای که ماه دارد و جدا شدن آن اثراتی که گذاشته است به خاطر همین. پیغمبر صلوات الله علیه باز این نام مبارک را اعادت کرد، دوباره فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و دو انگشت را به هم آورد به فرمان خدا و به برکت این نام جان فضا هر دو نیمه به هم آمد، دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شد. قومی دیگر بسیار ایمان آوردند، قبلا کمی ایمان آوردند، اینجا بسیار ایمان آوردند. ابو جهل را قصه زیادت شد و از دست برفت، باز به جلدی خود را بگرفت با چالاکی، جلدی یعنی چالاکی سری خود را گرفت و گفت اگر این راست باشد و چشم بندی و گوش بندی و هوش بندی نباشد، چون چشم ساحران چشم را میبستند، طرف یک چیز دیگری میدید و گمان میبرد که چیز دیگری دیده است، یا گوش بندی گوشش سخنان صداهای دیگری رو میشنیده است، یا هوشبندی هوشش به گونه دیگری ادراک می‌کرده است، باید که شهرهای دیگر از این خبر دارند. ابو جهل گفت خب اینجا که فقط نیست، تو ما رو سحر کردی، بقیه اصلا این رو ندیدند که ماه دو نیم شد، تو تصرف کردی به چشمان ما چنین حالتی رو مشاهده کردیم. اگر این راست باشد و چشم بندی و گوش بندی و هوش بندی نباشد، باید که شهرهای دیگر از این خبر دارند. بعد از آن وفدها و کاروانها و پیکان و نامه ها می رسید، پیک ها فرستادن، نامه ها به اقصا نقاط آن زمان که می شناختن می رسند. وفد یعنی گروهی که به رسولی بیایند، گروهی که بیایند و خبری رو آورده باشند بهش وفد می گویند. وفد گروه هایی بودند که در زمان قدیم که وسایل ارتباط جمعی نبوده است، وسایل همین وفدها بودند که جمعی می رفتن و در جایی پخش می شدن در شهرها، بیان مسائل رو، سخنی رو که داشتن بیان می کردن، دوباره برمی گشتن و دوباره به جای دیگری می رفتند. از اطراف عالم تا به اطراف عالم بر دوستان که این چه واقعه بود که ماه آسمان بشکافت. خب
مکه ها خیلی دوستان فراوانی داشتن. چرا؟ دوستان بزرگی داشتن. آنان چون تاجر بودن دوستانی در شام داشتن، دوستانی در روم قدیم داشتن، دوستانی در یمن داشتن، با خیلی از جاهایی که در آن زمان متمدن بود اینها ارتباط خاصی داشتن و این ارتباطات بسیار در کتب تاریخ بیان شده است. گمان نبرید که مثلا در شبه جزیره عرب یک عده مثلا عرب مفلوک بی خبر از جهان در آنجا بودند و جمع شده بودند، نه، اتفاقا بسیار هم با اطلاع بودند، جزء با اطلاع ترین مردمان بودند که با یهودیان ارتباط داشتند، با مسیحیان، با روم، با یونان، با همه اینها ارتباط داشتند و رفت آمد میکردند چون تجارت میکردند و در آن زمان که یونان و روم جزو تمدن‌های بزرگ بود اینها رفته بودن شهرهای اونها رو دیده بودن، به ایران آمده بودن، اگرچه خیلی تمدن بزرگی نداشته است ولی برخی شهرهای ایران رو دیده بودن و یمن رو که در آن زمان بسیار آباد بوده است اونها رو دیده بودن. کسانی نبودن که بی خبر از دنیا باشند، به همه آنها نامه نوشتن که چنین چیزی اتفاق افتاده است یا نه. این چه واقعه بود که ماه آسمان بشکافت، که از آن روز که فاطر السماوات این دو شمع را در این گنبد افروخته است. دو شمع یعنی خورشید و ماه رو، فاطر السماوات یعنی به وجود آورنده آسمان ها. این هم از معجزات علمی قرآن هست، میگویند که فاطر فتره یعنی آفرید، منتها چه نوع آفریدنی؟ ما یک خلقه داریم یک فتره داریم، خلقه آفریدن از هیچ است، یعنی بدون هیچ سابقه و سائقه چیزی را آفریدن میشود خلقه، اما فتره آفرینش دیگری است. فتره چیزی قبلا بوده است، او میشکافد و از درون آن چیز دیگری برمی آید. این مفهوم فتره است. خداوند فرمود فاطر السماوات، عده این رو همون به بیگ بنگ تشبیه کردن، عده از دانشمندان مصری به خصوص که بحث کردند اینها میگویند که فاطر السماوات همان بیگ بنگ است، یعنی آسمان ها چگونه به وجود آمد از یک انفجار که فتره یعنی شکافت، افطار یعنی چه؟ یعنی شکافتن روزه، روزه رو کنار نهادن، هر چیزی رو که عید فطر هم آن است و همه آن چیزی که به نام فطر و افطار هست و فطره همین است. و فرمود که فاطر السماوات والارض، یعنی در همشکافنده آسمان ها و زمین. این از همشکافتگی باعث شده است که یک تولد نوین و همین انفجار بزرگ یا مهبانگ این اتفاق بیفتد و این جهان و این آسمان ها به وجود بیایند. و پرده های ظلمات را به تابش تاب این دو گوهر می سوخته، تاب یعنی اشعه، که و جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، و شمس را ضیاء قرار داد و قمر را نور قرار داد. این هم از معجزات قرآن است. عرب به نوری که به چیزی که از خود نور بدهد زو ضیاء می گوید و چیزی که نور دیگری را به تاباند زی نور می گوید، یعنی ضیا مربوط به چیزی است که از خود نور بدهد، خود به خود نورانی باشد، که گفت قرآن گفت و جعل الشمس ضیاءن. چرا نفرمود جعل الشمس نورن؟ نه، شمس چون ضیا هست یعنی نورش از خودش است، ضوء یعنی از چیزی سر میزنه که نورش از خود اوست، و جعل الشمس ضیاءن و القمر نورن، اما قمر نور است، از تابش آن نور آفتاب، از آفتاب است، از تابش و تاب آن آف است. هرگز جنس این واقعه عجیب و غریب نادر از آبا و اجداد ما هیچ کسی حکایت نکرد. به همه جا نوشتن، همه جواب دادن که ما تا در عمرمان چون چیزی ندیدیم و در هیچ کتابی ننوشتند و از اطراف شهرها نامه بر نامه می رسید و ابو جهل و امثال او هر دم سیه روتر می شدند که فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. پس اما آیه قرآن است این فرماید، اما کسانی که در قلبهایشان مرض است فزادتهم زیاد کرد خداوند رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. آنان یک امر پلید داشتند در درون خود. آن امر پلید چه بود؟ انادی بود که نسبت به حقیقت داشتن. اگر اناد نمی داشتن می پذیرفتن، مثل خیلی از انسانهای دیگر وقتی این معجزات رو می دیدن می پذیرفتن، ولی اینها اناد ورزیدن. این اناد رجس است، پلیدیست. اناد در درون انسان کلن پلیدیست، یعنی انسان اناد یعنی این که انسان بداند حق چیست
و دانسته او را انکار کند، حق را انکار کند. رجسن الی رجسهم، یک رجسی هم خداوند اضافه می کند، یک جهلی هم به جهلانها، یک ناپاکی هم به ناپاکی آنان اضافه می کند. و آنها که ایمان آورده بودند هر روز قوی دلتر و قوی ایمانتر، که لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، لیزدادوا تا زیاد کنند ایمانن، ایمانی را مع ایمانهم، با ایمان خود یک ایمان دیگری را هم همراه کنند. و این خیلی زیباست. یک ایمان یک امر ثابتی نیست، ایمان یک امر صد درصد سیال است و همیشه در حال حرکت است. ایمان چیزی است که هر لحظه در حال افزایش یا در کاهش میتواند باشد. از آن جهت مراقب گفتن که مراقب ایمان خود باشید و سعی کنید لیزداد و ایمان هم ایمان هم باشید، نه لیزداد و کفرن. یک عده هستن که کفرشان زیاد می شود، یک عده هست که ایمانشان زیاد می شود. البته منظور از ایمان و کفر، ایمان و کفر حقیقی است، نه ایمان و کفر ظاهری و عادی. مهنور می فشاند و سگ بانگ می کند، مه را چه جرم؟ خاصیت سگ چنین بود. مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی و وفق حال خود تند. مولانا در مثنوی همین رو میگوید، میگوید خب سگان معمولا وقتی که ماه 14 هست او او میکنن، خب این هرچه باشد، او کار خودش رو انجام میدهد، اصلا در آسمان سیر خود رو دارد، کاری ندارد که آیا در زمین چند تا سگ او او میکنن، یعنی سر و صدا میکنن. آنانی که در راه حقیقت سر و صدا میکنند، آنها تشبیه به این سگان شدند. از ماه نور گیره در کان آسمان، خود کیست آن سگی که بخار زمین بود. میگه تمامی آسمان از این ماه نور میگیرد. حالا این سگی که خودش بخار زمین است، زمین که خود پست است، بخارش از همه پستر است، این بخار زمین است که این سگ در حقیقت برگرفته و برخواسته از این زمین است، در حالی که این همه افلاک رو ماه نورانی می کند. بخوان ملک القرا، در مجلس مولانا یک قاریان قرآن هم بوده است که بلافاصله وقتی که به این آیات می رسیدن، اینان با صدای خوش این رو می خواندند، با صدای بلند و صدای زیبا می خواندند تا اینکه بقیه لذت ببرند. بخوان ملک القدرا از کلام ربی الاعلا، از بحر ارشاد سالکان، جاده ای را که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. قل بگو ای عباد من، ای بندگان من، الذین اسرفوا، آنان که اسراف ورزیدند، آنان که از راه حق به دور افتادند، اسرفوا علی انفسهم، بر نفسشان اینها اسراف کردند، بر خیشتن ظلم کردند، بر خود ستم بردند. لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس و ناامید نشوید از رحمت خداوند. سخن خیلی زیبایی است. مولانا با این کلام به یاد قصه وحشی و کسی که کشنده حضرت حمزه بود در روز جنگ احد به یاد اون میافتد و قصه حمزه رو بسیار به زیبایی بیان میکند و میگوید که وحشی کسی بود که آمد و پاره تن حضرت رسول که عموی بسیار ارجمندش جناب حمزه بود او رو کشت، اما بعدن که فرار کرد و رفت و پیغمبر بسیار در غم عمویش حمزه گریست و حتی مولانا در اینجا میگوید که وقتی که زنان و خانواده حمزه می آمدن و بر او می گریستن، پیغمبر همراه با او آنها هم می رفت و می گریست تا آنکه وحشی خواست توبه کند و نهایتا میگوید که آمد نزد پیغمبر و پیغمبر که رحمت عظیم بود، پیغمبر حتی قاتل عموی خیش را کشت، نکشت و قصاص نکرد، که در حالی که همه می دانستند و حکم حق هم همین بود که وحشی به خاطر کشتن حمزه قصاص شود، پیغمبر نه تنها قصاص نفرمود بلکه او را بخشید و به او مال فراوان داد تا اینکه تا آخر عمر در آزادی به سر برد و او را حتی برده که بود او را آزاد کرد. این
نهایت لطفی است که بیان شده است. ان شاء الله جلسات بعد ما سعی می‌کنیم که سریع‌تر پیش بریم، ولی گاه دیگر اتفاق می‌افتد که مجبور به برخی توضیحات می‌شویم. ان شاء الله که ادامه بحث رو بعداً پی می‌گیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.